من امروز به این شهر سفر کردم تا صدای سکوت یک شاهد بی کلام را ضبط کنم. شاهدا صاحبان رازها و قصه های بیشماری هستند که ما یا آنها را شنیده ایم و یا در گذر زمان بی تفاوت از کنار آن گذر کرده ایم. می خواهم پای صحبت این شاهد همیشه خاموش باشم که منشأ بسیاری از حوادث در بزنگاه های تاریخ سیاسی اجتماعی این شهر را نظاره‌گر بوده است. چه بسیاری از این بازیگران این وقایع و رخدادها امروز در قید حیات نیستند، اما حقایق و جواب سوال‌ها در دل و چشم این شاهد زنده است. من اجازه دارم فقط یه سوال بپرسم. انگار در هر جای دنیا این شاهدان تک خاطرند. تازه تو این شهر این شاهد ما به خاطر مسائل امنیتی حاضر نیست به هر سوالی پاسخ بده. حالا با این وضعیت نمیدونم چی ازش بپرسم. شاهد ما همینجاست، خودشو معرفی میکنه. من میدونم توی هر شهر و کشوری ده ها و صد ها از ما با خاطرات گوناگون نظاره‌گریم. توی این شهر منو میدون فردوسی صدا میکنن. بالغ بر 70 ساله که اینجا رفت و آمد آدم ها و ماشین ها رو نگاه میکنم. هر روز چهره و اخلاقیات آدم ها مثل مدل ماشیناشون عوض میشه. تابستونا کارگرای خسته میان، بعد خوردن غذای ظهر همینجا چرتی میزنن و گهگاهی هم ظرف غذا و ته سیگارشون رو میذارن و دور میشن. قدیما جوونا اینجا روزنامه به دست گوشه‌ای منتظر قرارشون میایستادن. این روزا این موبایلا همه رو اسیر خود کرده. شهرداری این شهر هوسکنه گاهی میان گل میکارن، گاهی هم چراغونی میکنن، یه دفعه هم میرن و تا مدتی پیداشون نمیشه. انگار دل پری از این شهرداری ها. من عاشق این شهر و این مردمم. خب سال هاست که فقط نظاره کردی و هیچی نگفتی. منم مثل همه میدونا فقط نگاه میکنم. تازه تا حالا هیچ دیوونه ای از من نخواسته بود حرف بزنم. دیوونه؟ سر به سرم میذاری؟ خودت داری سر شوخی رو باز میکنی ها. چی؟ هیچی بابا بیخیال. میگم حالا این دیوونه اومده میگه هیچ سوالی نمیپرسم، هر چی دوست داری تعریف کنی تعریف کن، فقط یه چیزی نگی بعدم واسه اون درد سر بشه و حال اون رو بگیرن. میخوای بدونی هر روزم چجوری گذشته و میگذره؟ بیش از نیم قرن این شاعر ملی و حماسی کشور رو میزبانم. با این متروی زیر پام که هر لحظه احساس میکنم نکنه فرو بریزه، این نگرانم میکنه. میدون عزیز زیاد دلنگران نباش، شما نسل آخری هستید. بزرگراها، پولا، زیرگذرا جای شما رو میگیرن. دیگه از شما جز خاطره و نوستالژی چیزی برای نسل بعدی باقی نمیمونه. برای همین دلنگران نباش. حالا تو بی خیال، بذار قصه عشقی رو برات بگم که امروز تو این دنیا هممون سخت بهش نیازمندیم. عشق یاقوت. به به ای جونم، داره رمانتیک میشه، فقط ایروتیک نشه که مشکل پخش پیدا نکنه. توی شهری که یاقوت نیست خیابون خالی شده. نگاه گرم و سکوت جستجوگرش همیشه مهمون خاطرم هست. بدون یاقوت غمگین میشم از این فاصله سال و زمان. ای بنازم به این خاطره عشقی، انگار خیلی تنها شدی ها. نه
تو همین راسته بازار تهران، جایی که مهمترین تحولات اقتصادی و بحرانهای مالی کشور رقم میخوره، همه این دلار فروشا، دلالای اقتصادی و توده های مردم چشم به این میدون دوختن تا ببینن وضعیت معاششون چی میشه. اما هیچ کس یادی از یاقوت نمیکنه. یاقوت عشق را معنی کرد و کسی نفهمید. تو فهمیدی و عاشقشم شدی. یاقوت کلید گمشده عشق بود. بابا کلیدو که دم انتخابات پیدا کردن، آوردن تو تلویزیونم نشونش دادن. خیلی ها بهش میگفتن یاقوت، این اسم اونا روش گذاشته، اما کسی اسم واقعیشو نمیدونست. یادش بخیر، عاشق واقعی بود. قدیمی اینجا تو میدون فردوسی یه خانومی بود، لباس قرمز میپوشید، صبح تا شب میومد اینجا میشست، منتظر عشقش بود، ولی انگار سرکاری بود و این موضوع ادامه داشت تا خود به خود غیب شد. من قدیما از بزرگترام شنیدم توی میدون فردوسی یه خانومی با یه لباس و کیف و کفش قرمز وای میستاده. گفتم چرا؟ گفتم با یه آقای قرار میذاره، آقای نیومده، شاید هم اومده خوشش نیومده خانومو دیده. یه خانوم عاشق پیشه‌ای بوده ظاهراً که لباس قرمز میپوشیده، معروف به بانوی سرخپوش بوده و توی همین حدود میدون فردوسی و کافه نادری اینجا بوده، عاشق بوده و میشسته توی کافه منتظر عشقش، سالها انگار منتظر عشقش بوده، مادرم دیده بودیشونو. یاقوت دختری بود بزک کرده، خوشندام، با قامتی متوسط و صورتی استخوانی. یاقوت سراپا سرخ میپوشید، کیف، کفش، کلا، بعد انقلابم با روسری و شال قرمز و گلی سرخ در دست که نشانی بود ازش. کسی که بنا بود نشانه را دریابد هرگز نیامد. نکنه میومده اینجا گل فروشی، بعدش هم شهرداری اومده بساطشو جمع کرده. نه، یاقوت نماد عشقی از یک زن سرخ پوش، نماد وفاداری و عشق در شهر تهران. اما دوست من، برای خیلی ها این میدون یادآور این مجسمه و این کودکه که قهرمان کتاب شاهنامه است. میگه بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. 30 سال زحمت کشید و شاهنامه نوشت، آخرشم بی هیچ اجر و پاداشی. یاقوت قریب به 30 سال در بهار و تابستان، پاییز و زمستان، تو همون ضلع شمال شرقی که امروز پاساژی ساختن، به انتظار می‌ایستاد و نظاره می‌کرد. چنان خیره نگاه می‌کرد مگر یکی از آبران همانی باشد که باید. گاهی بچه‌ها اذیتش می‌کردند و یاقوت در حالی که نگاه جستجوگرش رو از آبرین نمی‌برید، به زل دیگری میرفت و در دل مغازدارها و سرگاف ها از دیده بیرون میشد. یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من یاقوت؟ ما کارمون دلاره. من سرخپوشو میگی؟ نمیشناسم. من که خودم ندیدم، میگن عاشق واقعی بود، داستان غریبی هم داشت. نگفتی چرا قرمز میپوشی؟ فوتبالی بود؟ پرسپولیسی؟ منچستری؟ دختری جوون که تازه به این شهر اومده بود تلفنی با پسری آشنا میشه، اولین قرار دلدادگیشونو تو همین میدون میذارن. فهمیدم بابا، بعدشم زدم به تیپ هم دیگه و طلاق و دادگاه. دختره اومد سراپا سرخ پوش، بعدها هم هر روز می اومد خیره نگاه میکرد، اما معشوق هرگز نیامد. ای بابا چرا؟ شاید تصادفی، اتفاقی براش افتاده باشه. نکنم اومده و دیده و نپسندیده، گذاشته رفته.
عکسی چیزی ازش نداری؟ سمت غرب این میدون یه پیرمرد عکاسه، عکاسی پرس، شاید اون عکسی ازش داشته باشه. عکاسی سمد قاسمی همین بغل هم نزدیک بود، فوت کرد و رفت دیگه. عکاسی غذاخوری شده، آش میفروشن. یادمه سالهای دور یه گروه تلویزیونی تو همین میدون مصاحبه انجام میدادن با خانومی با موهای سفید و لباس سراپا سرخ به نام یاقوت. ازش پرسیدن عاشقی درسته؟ یاقوت سرخپوش گویی که سعی در رازداری محبوب خود دارد تا مبادا بیمهری و بدعهدی معشوق برملا شود میگوید تو جوونیا بودم. و در پاسخ اینکه چرا قرمز میپوشی، یاقوت یاد اون روز قرار تلفنی که پسره ازش خواسته بود با لباس سرخ سر قرار بیاد تا با اون نشونه همدیگر رو بشناسن، میگه به همین خاطر سرخ میپوشم که اگه روزی گذر معشوق به وعدگاه افتاد شاید منو با این لباس قرمز ببینه و بشناسه. خب معشوق نیامد، یاقوت چی شد؟ یاقوت همانطور که یک روز بی خبر آمد و سالها به انتظار ایستاد، یک روز هم ناگهان دیگر نیامد. یاقوت گم شد، دیگر کسی او را ندید. او اسطوره عشق این شهر بود. کاش یاقوت ها باشند تا مبادا در این هیاهو شهر بی عشق نمید. یک نفر میاد که من منتظر دیدن شد، یک نفر میاد که من تشنه بودیدن شد، مثل یک موجز اسمش کتاب اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنه، واسه ما جای سیاه در